درود به همه شما عزیزان امیدوارم هر کجا که هستین حال دلتون عالی باشه خیلی ممنون که باز هم با من همراه هستید تا یه تجربه دیگه و یه داستان دیگه رو با هم بشنویم با من همراه باشید با داستان امروز از اون وقتی که یه دل نصد دل عاشق نوه صاحب خونمون شده بودم پنج سال گذشته و هر دومون الان 25 سالمونه اما تمام اتفاقات و لحظه به لحظه روزهامون رو به خاطر دارم از روزهای اول عاشقیمون تا روزی که خون به مغزم نرسید و کاری رو کردم که پشیمونی و عذابش هیچ وقت بلم نکرده. اولین بار محتاب و جلوی در خونمون با یه بشقاب میوه دیدم که چادر گلگلیشو رو مرتب میکرد و با لحن گیرایی میگفت نظر مادرجونمه برای شماست و اون روز فکر نمیکردم این دختر بشه همه دنیای منی که مطمئن بودم غرورم اجازه نمیده هیچ وقت عاشق کسی بشم و عشق برام معنی نداشت اون روز چهرش جلوی چشمان بود و صداش توی مغزم میپیچید یه مدت کوتاه گذشت تا فهمیدم دوچارش شدم رفتم به مادر بزرگم که با هم زندگی میکردیم گفتم نه نه گلون گیر کرده بند خدا همیشه آرزوی دیدن عروسی منو داشت با گفت تصدقت بشم فقط بگو پیشکی تا خودم برات آسین بالا بزنم گفتم همین دختری که موهای خورمایی داره و چشمای آهویی خندید هنوز نفهمیده بود دارم از دختری که نوه صاحب خونمون بود حرف میزدم اون سالها من یه جوون 20 ساله آسوپاس بودم و راستش جز این مادر بزرگ پیر کسی رو نداشتم. روی رفیقامم زیاد حساب نمیکردم من بودم و دلی که رفتو و ننه ای که وقتی فهمید دلمون برای نوه صاحب خونه رفته نگران بود از همین خونم بیرونمون کنن ما چند بار دیگه هم همدیگر رو دیدیم زیاد خونه ما در بزرگش می اومد. از وقتی من گاه گاهی با هر بهونه ای باهاش هم صحبت می شدم رفت آمدش بیشتر شده بود با خودم فکر می کردم حتما به خاطر منه لابد اونم دلش گیره ولی یادم از اینکه این, این تصوراتم فقط یه توهم باشه میترسیدم بالاخره یه روز جمعه که نشسته بود تو حیات و داشت کتاب میخوند دلم رو به دریا زدم و بدون معطلی رفتم جلو به بهونه اینکه اسم کتاب و بپرسم باهاش سر صحبتو باز کردم ته چشماش یه ذوقی رو میدیدم که دلخوش میشدم به دلش اما باید مطمئن میشدم پس مجبور بودم همون موقع نظرش رو راجب خودم بپرسم. این پا اون پا کردم و تهش نتونستم. انقدر به نتونستنم ادامه دادم که سر و کله مادرش پیدا شد. همیشه تنها می اومد اینجا اما این جمعه انگار خانوادگی اومده بودن. برای اینکه بد نشه بحث و باز کشیدم سمت کتابی که داشت میخوند. خوب یادمه که یه کتاب روانشناسی بود. ازش راجب رشته دانشگاهیش پرسیدم که گفت مشاوره میخونه. من دانشجو نبودم و بعد دیپلم رفتم دنبال کار. هیچ وقت به درس علاقه نداشتم. بیشتر از اون نموندم پیشش و بعد احوال پرسی با مادرش و معرفی خودم بلند شدم و زدم بیرون. اون موقع کل داراییم که با زحمت و پس اندازم قسطی خریده بودم یه پراید بود. سوار ماشینم شدم و نمیدونستم چی کار کنم. اون دل با پس و سردرگمی قشنگ ترین احساس اون لحظم بود. موندم توی ماشین و غرق افکاری که توی ذهنم میچرخیدن شدم که دیدم همهشون با هم از خونه اومدن بیرون سواره ماشین شدن و رفتن. اون روزم حرف دلم و به زبون نیوردم و چند روزی گذشت. یه صبح سرد که من داشتم میرفتم سر کارم توی پیاده روی سر کوچه دیدمش. اصلا حواسش به اطراف نبود و وقتی بوغ زدم ترسید گفتم میتونم برسونمت هوا خیلی سرده و داشتم با خودم فکر میکردم که مگه از این زایه ترم میشه بهش فهموند که یه حسی این وسط هست کمی مقاومت کرد که گفت خودش میره ولی بالاخره راضی شد برسونمش اومد در عقب و باز کرد و نشست گفت میره دانشگاه و تا وقتی هم که رسیدیم هر دو ساکت بودیم هر بار اومدم حرفی بزنم نتونستم وقتی داشت پیاده میشد برگشت تا ازم تشکر کنه که بهش گفتم یه صحبتی دارم باهات که اگه میشه یه شماره به هم بدید باهاتون بتونم حرف بزنم نمیدونم چرا ولی بدون معطلی شماره رو داد و گفت مشکلی نداره و بعدم با عجله رفت تعجب و ذوق و با هم داشتم با خودم داشتم تمرین می کردم که چی قراره بهش بگم حرفایی که یه ماهی شده بود تو دلم مونده بود اون روز بعد دانشگاه به هم پیام داد که وقتش آزاده و میتونیم حرف بزنیم شروع کردم از احساسم گفتم از اینکه دلم برای سادگی و زیبایی قلبش رفته و بعد از اینکه چی دارم و چه آدمیم هر چی که لازم بود و گفتم و هر چیزی که انتظار شنیدنش رو نداشتم و شنیدم خیلی راحتتر از اونی که فکر می کردم دلش رو به دست آورده بودم. فکر نمی کردم اونم به هم علاقه داشته باشه و وقتی به حسش اقرار کرد شوکه شدم. هیجان زده نگاش می کردم تا اوج شادینی که توی چشمان بود و ببینه. دختر سربزی رو با حیایی بود. وقتی با هم حرف می زد نگاشو رو می دزدید که نفهمیدم از خجالت بود یا شدت علاقهی که داشت مانع نگاه کردنش به چشمان می شد. من برای اینکه بیادبی ادبی تلقی نشه ازش خواستم شماره پدرش رو برای آشنایی باهاش به هم بده و اگه اجازه دادن بریم خواستگاری که مخالفت کرد می گفت بهتر قبل اینکه جدی بشه ما بیشتر با هم آشنا بشیم شناختمون بیشتر شه بعد راجبه خواستگاری و ازدواج فکر کنیم همونقدر که احساساتی بود منطقی هم بود از خدام بود و سری قبول کردم قرار شد بیشتر معاشرت داشته باشیم و من و محتاب شدیم بهترین رفیق و بهترین عشق برای هم. هر هفته به یه بهونه تا خونه مادر بزرگش می اومد و من هر بار با یه بهونه جدید صاحب کارم و می پیچوندم تا با محتاب وقت بگذرونم. همه چیز خوب پیش می رفت. من و محتاب هر بار که همدیگر رو می دیدیم از دفعه قبل تر می شدیم. قلبامون نزدیکتر و وابسته تر می شد. تا اینکه یه روز محتاب موقع خداحافظی گفت که چند هفته نیست و نمیتونیم همدیگر رو ببینیم. ته دلم خالی شد. قرار بود برن مسافرت. آخرای تابستون بود و من سخت مشغول کارم بودم. اما هیچ مشغولیتی باعث نمیشد از فکر مهتاب بیرون برم. بالاخره مسافرتشون تموم شد و برگشتن. بعد مدت‌هایی که برام به اندازه یه سال گذشته بود، تونستم ببینمش و یه دل سیر نگاش کردم. هر دومون دلتنگ شده بودیم و من داشتم بیشتر از قبل این عشق بینمون رو باور می کردم. مدت ها از رابطه ای ما گذشت و خانواده ها متوجه شده بودند. قرار بود به خواستگاری خاستگاری اما پدر محتاب آدم سختگیری بود. می من مستجر مادرشونم و به یه دیده دیگه به من نگاه می کردن. به دیده یه آدم فقیر. کسی که در حد اونا نیست. کسی که لیاقت یه دونه دخترشونو نداره. ولی من لیاقتم رو نشون دادم. ماها کار کردم. کار سنگین. دو شیفت کامل کار می کردم و تموم پولامو پس انداز کردم. از پدرش مهلت گرفته بودم و باید توی مدت هر کاری برای جلب اعتماد و رضایت خانوادش می کردم که داشتم تموم سعیم رو می کردم. محتابم پشتم بود. تنها نمیذاشت و میگفت تا وقتی خانوادم رو بتونیم راضی کنیم کنارتم. و من دلم به بودنش گرم بود. بالاخره تونستم اون قدری توی حسابم پول داشته باشم که به پدرش ثابت کنم بی ارزه نیستم. ماشینم داشتم و هرچند مدل بالا نبود ولی حداقل میدونستم پیاده نیستم. دوباره با اصرارهام دست مادر بزرگم رو گرفتم و برای بار دوم رفتیم خواستگاری. میدونستن من فقط ننه رو دارم. یه مادر بزرگ پیر که همه یک کس و کار من بود. اون شب که برای بار دوم رفتیم خواستگاری با اعتمادی که به ننه داشتن گفتن اگه بتونه پول رهن یه خونه رو داشته باشه و با توجه به اینکه اعتیاد نداره و مورد تایید خود محتابه مشکلی با ازدواجمون ندارن اما به عنوان آخرین شرط من باید تا وقتی که پول رهن یه خونه همون اطراف و جور کنم ارتباطم با محتاب صفر بشه اما هر دوی ما خوب میدونستیم که این نشدنیه سخت بود ندیدن محتاب واقعا سخت بود پس یواشکی همدیگر رو میدیدیم و ریسکش رو به جون می خریدیم. تا یک سال من مدام کار کردم و البته عجله نداشتیم و تا وقتی که وضعمون خوب ترشه صبر می کردیم. محتابم داشت درس می خوند و ترجیح می دادیم رو اهدافمون تمرکز کنیم و برای ازدواج عجله نداشته باشیم. بعد اون یه سال محتاب هر روز بهونه گیری می کرد و می گفت نمی تونه زیاد صبر کنه و می خواست یه کاری کنم. منم پول زیادی تونسته بودم پس انداز کنم. با یه حساب بانکی که به اندازه شروع یه زندگی توش پول بود و ماشینم یه قرار خواستگاری گذاشتیم و برای بار سوم رفتیم خواستگاریش گفتن راضیان و مشکلی ندارن تو این یه سال هم محتاب منو خوب شناخته بود رضایتشون روی لبای هممون لبخند آورد اون شب خوشحال ترین بودم و بالاخره تونستم به دستش بیارم اما هنوز اول راه بودم ننه بلند شد و حلقه نشون رو توی انگشت دست چپ محتاب انداخت. لبخندش هنوز جلوی چشمام و جوری تموم دقیقه های اون شب و یادمه که انگار اون جلسه خواستگاری همین چند وقت پیش بوده. ما شیش ماه نامزد بودیم و بعد عقد کردیم. یه عقد ساده که برای من و محتاب مهمترین و قشنگترین اتفاق عمرمون بود. بعد عقد رابطمون گاهی توش دعوا هم بود و گاهی قهر. اما به عشق ختم می و روی دوست داشتن ثابت می مود. ما خیلی فراز و نشیب ها داشتیم تا بالاخره تونستیم به عقد هم در بیاییم و رسما زن و شوهر هم باشیم. پدر و مادر محتاب میگفتند زودتر مراسم عروسی رو برگزار کنید و زیاد عقد نمونید. ما هم بعد ما اومد تکلیفمون زودتر مشخص شد. هر دومون موافق بودیم که همینم باعث شد برای دو ماه بعد تاریخ عقد تاریخ عروسی رو تعیین کنیم مراسم عروسی مفصل و شیکی برگزار شد همه چیز عالی بود و میخواستم تو بهترین شب زندگیمون هیچ چیزی کم نباشه چقدر محتاب اون شب تماشایی و زیبا به نظر میرسید شب عروسیمون ما عالی ترین حس و تجربه کردیم روزهای بعد توی همون خونه که قبل عروسی به سختی توی یکی از محله های نزدیک به خونه ما یا همون خونه ما در بزرگ محتاب پیدا کرده بودیم یه زندگی آروم رو شروع کردیم اما خیلی هم آروم نموند اتفاقایی افتاد که مسیر زندگیمون رو عوض کرد من و محتاب روزای اول زندگی مشترکمون خیلی به هم اهمیت میدادیم خیلی عاشق هم بودیم و مشکلی هم نداشتیم اما عشق کافی نبود ما کم کم داشتیم مشکلایی رو درک میکردیم که قبل ازدواج فکر میکردیم اصلا مهم نیستن. اما تونستیم از پسش بر بیاییم. مشکلات مالی داشت خیلی جدی میشد. بعد عروسی قسط ها و خرج های قبل عروسی داشت فشار می آورد و خرج زندگی دو نفره واقعا زیاد بود. برای اینکه بیشتر از این به مشکل مالی نخوریم و مشکلات مالی باعث به هم ریختن و خراب شدن زندگی مشترکمون نشه. و جدال های مکرر بینمون عشقمون رو به خطر نندازه من تصمیم گرفتم دنبال یه کار دیگه هم باشم و چند شیفته کار کنم چون فقط کار کردن تو اون شرکت مخارج ما رو تأمین نمی کرد و برای اجاره و مسائل دیگه و اینجور چیزا نمی خواستم پیش زنم خجالت بکشم با محتاب مطرحش کردم و از فرداش دنبال یه کار دیگه هم گشتم تا اینکه توی آگهی های نیازمندی نوشته بود برای یه رستوران بزرگ و مجلل توی قسمت نظافت کاری ها به نیرو نیاز دارن با اینکه سخت بود برام بخوام توی رستوران به عنوان نظافت چی کار کنم ولی زنگ زدم و گفتن حضوری برای قرارداد برم وقتی با محتاب مشورت کردم گفت یه کار دیگه پیدا کنم و اونم از اینکه بخوام غرورم و زیر پا بذارم و این کار رو انجام بدم ناراحت شد ولی چاره ای نداشتیم چون تایم کاری که این رستوران میخواست با تایم کاریم تو شرکت هماهنگ بود و اینجوری هر دوتا کار رو داشتم بهش گفتم آرامش ما تو زندگیمون خیلی مهمتر از غرور منه و اونم راضی شد احتمالا وقت کمتری میتونستم خونه و کنار محتاب باشم اما همینقدر که میدونستم از مشکلات مالیمون کم میشه کافی بود میدونستم فقط همون چند سال اول زندگی سخت میگذره ولی بعدش روزای بهتری در انتظارمون بود قطعا با همین خیال و امیدهایی که محتاب بهم به میداد بالاخره اون روزای سخت گذشت و من چند ماهی بود توی اون رستوران کار میکردم یه مرد جوون که به نظر ایرانی نبود و لحجه افغانی داشت نشست روبروم و شروع کرد حرف زدن. از حرفاش چیزی نمیفهمیدم و انگار قصد داشت با هم آشنا بشیم. میخواست رفیق باشیم و من تو اون رستوران توی اون چند ماه هیچ دوستی نداشتم و فهمیدم اونم توی همین رستوران کار میکنه و دلیل اینکه این مدت ندیده بودمش این بود که طبقه بالا مشغول به کار بود و چیز عجیبی نبود. چون رستوران بزرگی بود و خیلی از کارگرای اونجا همدیگر رو نمیشناختن و تو روز همدیگر رو نمیدیدن. این پسر احساس خوبی به هم منتقل نمیکرد. ولی سعی کردم باهاش ارتباط بگیرم تا شاید گذروندن این چند ساعت کار کردن اینجا آسون تر باشه برام. اون مدت وضعمون بهتر شده بود و راحت تر از پس قصدهای بعد ازدواج و مسائل مالیمون برمی محتابم خوشحال به نظر می رسید و من از رضایتش احساس غرور می کردم. تازه فهمیدم غرور واقعی وقتیه که عشق زندگیت خوشحال باش و تو براش این احساس آرامش و خوشبختی رو فراهم کرده باشی. گاهی توی رستوران اضافه کاری می و کمی حقوقم بیشتر می شد. درسته نیمه های شب می رسیدم خونه و صبح با سختی زیاد و احساس خستگی از خواب بیدار می شدم و حتی محتاب و کمتر می دیدم. چون تمام طول روز و کل شب و سر کار بودم. اما این شرایط دائمی نبود و به محتاب قول داده بودم خیلی زود همه چیز بهتر میشه. مسافرت میریم. بیشتر توی خونه میمونم و بیشتر میتونیم با هم وقت بگذرونیم. دختر آروم و منطقی بود و شرایط رو درک میکرد. احساسی برخورد نمیکرد. میدونستم با این زن قرار روزهای روشنی تو آیندهمون داشته باشم و همین دلگرمترم میکرد. به کار کردن های متوالی و پسنداز کردن و خستگی های زیادم که برام آسون می شد وقتی محتاب به هم دلگرمی می داد و می گفت روزهای سختمون تموم میشه بالاخره بلاخره می بدون استرس اجاره و قرض و کم آوردن پول هر جایی که دلمون می خواد بریم از اینکه درکم می کرد و از بیپولی های گاه و بیگاه هم گلایه نمیکرد خوشحال بودم و عمیقا احساس می کردم انتخاب محتا بهترین تصمیم زندگیم بوده. اون دختر فهمیده ای بود و میشد برای یه عمر زندگی بی دق روش حساب کرد. روزهای کار تو رستوران خوب بود و از وقتی با اون پسر افغانستانی آشنا شده بودم هم حس و حالم بهتر بود. اینکه یه دوست دارم و اینکه میتونستم گاهی موقع استراحت باش حرف بزنم خوب بود. یه شب که کمی زودتر از همیشه کارای رستوران تموم شد و رسیدم خونه محتاب گفت مادرش دعوتمون کرده ولی من اینقدر خسته بودم حتی به حرفی که محتاب میزد اهمیت ندادم همیشه از همون بچگیم وقتی خسته بودم عصبی میشدم نمیدونم و نفهمیدم چی شد که سرش داد زدم و بعدم گفتم نمیتونیم بریم برای اولین بار بعد هشت ماه زندگی مشترک باهاش تند حرف زده بودم محتاب شکه شده بود و سعی می کرد رو پنهان کنه. من که متوجه شده بودم چقدر ناراحتش کردم با همون خستگی زیاد که به سختی روی پام ساده بودم از خونه زدم بیرون و چند ساعتی با ماشین دور زدم. بهتر که شدم با چند تا شاخه گل روز آبی که میدونستم خیلی این رنگ و دوست داره برگشتم خونه. تو خودش جمع شده بود و رو کاناپه خوابش برده بود. هنوز خودم رو سرزنش می کردم. آروم تکونش دادم و یکی از شاخه گلا رو کنار بینیش گرفتم و بوشو که حس کرد چشماشو باز کرد و با نگاه بغزالودش به هم خیره شد. از دیدن گلها واقعا ذوق زده شد و توی چشمای قشنگ و غمگینش میشد شادی رو دید. حالا دیگه برق زغ توی چشمهاش جای غم و بغز رو گرفته بود. بوسیدمش رو ازش معذرت خواهی کردم. این زن انگار تمام جهان من بود. وقتی غمگین میشد تمام جهانم به هم میریخت بلند شد و شاخه های گل رزش رو توی آب گذاشت و با خوشحالی گذاشتشون روی اوپن آشپز خونه بعدم با دوتا چایی اومد نشست کنارم و گفت هر وقت که خسته نبودی بگو که بریم خونه مامانم بهش گفتم چشم و بعد چایی و شام خوشمزه که پخته بود حسابی بغلش کردم و دلخوری رو از دلش درآوردم اصلا دستشو که میگرفتم خستگی از یادم میرفت روزها با سرعت بیشتر میگذشت و ما با کمی دلخوری و بحثهایی که پیش می اومد اما بهترین رفیق هم بودیم. توی مسیر زندگی و برنامه هایی که برای آیندمون داشتیم پا به پای هم تلاش می کردیم و محبت رو بینمون هر روز که میگذشت بیشتر می کردیم. وقتی یکم اوضاع مالیمون بهتر شده بود تصمیم گرفتیم به عنوان محصل و به قصد یه تفریح درست و حسابی اونم بعد مدت ها کار که کمتر وقت می کردم به محتاب و خواسته هاش توجه کنم بریم گیلان همون شهری که محتاب عاشقش بود وسایل رو جمع کردیم و هر چیزی که لازم بود گذاشتیم توی چمدون احساس قشنگی که همون موقع جمع کردن وسایل سفر داشتیم و هنوز یادمه محتاب حتی مواد غذایی لازم و برای مسیر ورداشته بود که کمتر هزینه کنیم همیشه این حواس جمع بودناش قلبم و قلقلک میداد اینکه هوای منو داشت همیشه مراقب وضع مالیمون بود و خرجای اضافی رو خودش حذف میکرد رفتیم خونه مادر بزرگ محتاب تا من از ننه خداحافظی کنم و محتابم از مادر بزرگش بعدم سمت خونه پدر مادر محتاب مادرش خیلی نگران بود و مدام سفارش میکرد با احتیاط رانندگی کنم منم خیالش راحت کردم و گفتم حسابی مراقب یکی یدونتون هستم و بعد خداحافظی راه افتادیم سمت مقصدی که قرار بود بهمون کلی خوش بگذر و هیچ کدوممون خبر نداشتیم چه اتفاقی در انتظارمونه جاده مه گرفته بود و به سختی جلومو میدیدم اما جاده رو بلد بودم و مشکلی نداشتم هوا سرد بود اما دستاش توی ماشین گرمایی به دستام تذریق میکرد که هیچ سرمایی رو حس نمیکردم تو جاده تصادف شده بود و نیم ساعت منتظر موندیم تا راه باز شه محتاب ترسیده بود و با استرس از ماشین بیرون رو نگاه میکرد اون پیچو که رد کردیم ساعت سه صبح بود و جاده خلوتتر به نظر رسید. جاهایی که محتاب احساس میکرد خوابم گرفته و میخوام بخوابم با هم حرف میزد و مشغولم میکرد نزدیک به صبح بود که رسیدیم و هوا کمی روشن شده بود نسیم خونکی که میوزید و میخورد به صورتمون مثل یه جون تازه بود توی تنم بعد چند ساعت رانندگی حالا یه چای داغ کنار محتاب و با صدای موجهای آروم دریا خیلی میچسبید صبح که شد رفتیم یه خونه ویلایی با قیمت مناسب پیدا کردیم و برای دو شب اجارش کردیم خیلی داشت خوش میگذشت بهمون همون آب و هوایی که میخواستیم همون جایی که شبیه خونه های رویایی توی خواب بود با یه دنیا عشقی که از چشم های مهربون محتابم میگرفتم محصل شیرین و جذابی رو شروع کرده بودیم از پنجره های اون خونه ویلایی کوچیک و نقلی میشد دریا رو دید صدای موج های دریا رو هم و نوازش میداد حواسم به زیبایی های بیرون بود که گوشیم زنگ خورد همون پسر افغانی بود که تازگی باهاش صمیمی شده بودم گوشی و برداشتم برای احوال پرسی زنگ زده بود چون از رستوران و شرکت مرخصی گرفته بودم میخواست از احوالم و مسافرتم با خبر بشه گفتم همه چی خوبه گفت اگه پول لازم داشتم بهش بگم فکر میکردم رفیق خوبی و قرار کلی کمک کنیم به هم راستش من رفیقای زیادی نداشتم هیچ وقت خیلی سال بود که کسی دورو برم نبود تا وقتی که با محتاب آشنا شدم و بعدم با کسی که همکارم بود رفیق شدم. صمیمیت بینمون کمتر بیشتر شده و شد کسی که از همه چیز من خبر داشت تلفنم که باهاش تموم شد محتاب صدام زد که رفتم دیدم نهار خوشمزه یه مخصوص خودش رو درست کرده و میز رنگی رنگی که چیده بود انقدر قشنگ و خوشمزه شده بود که با اینکه میل نداشتم حسابی گشنم شد غذا رو برام کشید و از خرید کردنش و بازار گیلان و آب و هوای بینظیرش برام با ذوق و اشتیاق تعریف میکرد و من از دیدنش عشق میکردم چقدر اون مسافرت داشت خوب پیش میرفت و به هر دو قد یه عمر خوش میگذشت تا اینکه یه اتفاق همه چیزو خراب کرد روز سوم آماده بودیم تا برگردیم یه بار دیگه رفتیم بازار و یه سری خرید کوچیک مثل سوقاتی برای مادر بزرگامون نیاز داشتیم که انجام دادیم. برگشتیم خونه و وسایلمون رو ریختیم تو چمدون خونه رو مرتب کردیم و با فرزای قشنگ و قدیمی و نقلی اون خونه ویلایی خداحافظی کردیم رفتیم کلید و تحویل دادیم و هزینه رو مدتی که توی خونه بودیم هم تصویه کردیم و میخواستیم برگردیم که محتاب گفت برای آخرین بار بریم دریا تا دم غروب موندیم لب دریا و بعد راه افتادیم هوا کمی تاریک شده بود و نیمه های مسیر جاده هم مه بود تاریکم بود محتاب حواسش به من بود که خوابم نگیره منم حواسم به جاده بود اما نمیدونستم چی شد که خوردیم به گارد ریل وقتی چشم باز کردم خودم رو توی بیمارستان دیدم سرم باند پیچی شده بود و دستم شکسته بود تمام تنم درد میکرد و تنها ای که به زبون می آوردم اسم محتاب بود چیزی یادم نبود فقط میدونستم با محتاب بودم و فقط نگرانی اون بود که داشت قلبم رو از جا میکند دکترم گفت خانومی که باهاتون بود حالش خوبه نگران نباشید ولی گفت هنوز به هوش نیومده و من با شنیدن این حرف ته دلم خالی شد پدر و مادر محتاب و از پشت شیشه ها می دیدم و بی اختیار اشک از چشمام سرازیر می شد. مدام سوال می کردم که حالش خوبه یا نه چه اتفاقی براش افتاده که فقط می گفتن وضعیتش خوبه اما بیهوشه. باورم نمی تصادف کردیم و الان تو بیمارستانیم. تنها چیزی که اون لحظه ها از خدا میخواستم این بود که حال محتاب خوب بشه وگرنه هیچ وقت نمیتونستم خودم رو ببخشم. روزهای جهنمی ما و بروبیاهای هر روز و هر دقیقه من توی اون بیمارستان لعنتی شروع شد و این ماجرا تا 20 روز ادامه داشت. دقیقا تا وقتی که حال محتاب کامل خوب شد. چهارده روز بیهوش بود و گریه ها و قصه خوردن و پشت در آیسیو و انتظار کشیدن من همه رو کلافه کرده بود خودم رو مقصر میدونستم و از دوریش و دلتنگیش اذیت میشدم خیلی عذاب کشیدیم هممون و مادر محتاب از همه بیشتر تا بالاخره خبر به هوش اومدنش و وقتی برای کارهای مرخصی شرکت رفته بودم سر کار به هم دادم از خوشحالی روی پا بند نبودم و خودم رسوندم به بیمارستان و اصلا نفهمیدم چجوری راهروی روی بیمارستان دویدم و خودم به اتاقی که محتاب بستری بود رسوندم وقتی چشمای قشنگش رو دیدم که منتظر اومدنم بود انگار کل دنیا مال من شده بود دستاشو سفت گرفتم و بعد چند روز بالاخره صداشو شنیدم اسممو که با صدا شنیدم جون گرفتم خدا رو شکر کردم و از اینکه از اون اتفاق لعنتی هر دومون جون سالم به در بردیم فقط شکر خدا رو به می آوردم ننه تو این مدت که محتاب بیهوش بود نزد کرده بود اگه حالش خوب شه آش بپزه دکترا حسابی ما رو ترسونده بودن میگفتن ضربه که به سرش خورده سنگین بود و به هوش اومدنش پنجاه درصده به من این 20 روز به اندازه 20 سال گذشت. حالا خوشحال ترین مرد دنیا بودم. خدا عشق زندگی ما دوباره به هم برگردوندش و منو شرمنده خودم و پدر و مادر محتاب نکرد. بعد چند روز که دکتر از بهبود حالش کاملا مطمئن شدن ترخیصش کردیم که رفتیم خونه. هنوز آثار جراحت و بخیه زخمهای روی صورت من و دستم که تو گچ بود جلو چشمامون باعث عذاب و مرور اون شب نحس بود ولی حالمون خوب بود و کنار هم بودیم من یه مدت سر کار نرفتم و خرج بیمارستان و از پس اندازی که برای روز مبادا گذاشته بودیم دادیم و حالا تو اولین سال زندگی مشترکمون تموم پس انداز قبل ازدواج و همه پولی که داشتیم و استفاده کرده بودیم. به اندازه سلامتیمون مهم نبود اما من مجبور بودم به چند روز بعد فکر کنم که قرار وام و قرضهایی که باید پس میدادیم و جور کنم. روزی که محتاب مرخص شد و بالاخره دوتایی برگشتیم خونه خودمون به هم گفت میدونم پول نیاز داری و این مدتم سر کار نرفتی ازم خواست طلاهاشو بفروشیم و قرضها و رو به موقع پرداخت کنیم من نمیخواستم قبول کنم میدونستم نباید این کارو بکنم اون طلاهای عروسی بود و به این زودی نباید به فروشش راضی میشدم ولی چاره ای نداشتیم به اصرار محتاب یه بخشی از طلاهاشو فروختم و تونستم کمی از پولایی که سر ماه باید به عنوان قسط وامی که برای مخارج عروسی گرفته بودیم میدادم و دادم اما باید زودتر برمیگشتم سر کارم چون این وضعیت نباید ادامه پیدا میکرد پدر و مادر محتاب کمکمون میکردن و حتی توی پرداخت مخارج سنگین و مدت بیمارستانم کمک کردن ولی نمیخواستم فکر کنن دخترشون به یه آدم بی دادن. باید بهشون ثابت میکردم اونقدرم ناتوان نیستم و میتونم از پس زندگی خودم و مخارج زنم بر بیام برای همین قبل از اینکه دستم کامل خوب شو و گچش رو باز کنم برگشتم شرکت و چون هنوز برای کاری نظافت توی رستوران آماده نبودم و نیاز به کار کردن زیاد با دستم بود فعلا رستوران نرفتم و به مرخصیم ادامه دادم اما کارای بخش بایگانی و پشت سیستم نشستنم مشکلی برام ایجاد نمیکرد باید زودتر میرفتم سر کار تا حقوقم کامل نسوز و بتونم یه مقدارش رو سر ماه بگیرم محتاب حالش بهتر شده بود و یه هفته از مرخص شدنش گذشته بود زخمهای صورتش و شکستگی پیشونیش تا حدی ترمیم شده بود هنوز جرأت نکرده بودیم ماشین رو تحویل تعمیرگاه بدیم و با همون وضعش کنج حیات ننه مونده بود نه دلش داشتم که ببینمش و نه میتونستم هزینه هاشو پرداخت کنم پس فعلا مجبور بودم پیاده بمونم محتاب میگفت حتی دلش نمیخواد دیگه هیچ وقت سوار اون ماشین بشه فعلا فقط باید کار میکردم جز اون پسر افغانی که اسمش ایمان بود کسی ازم خبر نمیگرفت حتی گاهی میومد شرکت و جویای احوالم میشد بهش زیاد پروبال نمیدادم و نمیخواستم باهاش از اون بیشتر صمیمی بشم و محتابم راضی به رفاقت من با کسی که شناختی ازش نداشتم نبود. ایمان حتی محبت های بیدریقش واسم عجیب بود. سعی می کردم اجازه نزدیک شدن زیادی رو بهش ندم چون هر بار که به خونوادم و خودم نزدیک می شد احساس بدی منتقل می کرد. اون مدتی که به خاطر وضعیت دستم رستوران نمیرفتم مدام زنگ میزد که سعی می کرد جویای زندگیم بشه. متوجه اینکه پول نیاز داشتم شده بود. تصمیم گرفتم دیگه رستوران برای کار نرم. حتی بعد اینکه دستم کامل بهتر شد. اون مدت شدیدا به پول نیاز داشتم و حتی کسی نبود که کمکم کنه و نمیتونستم از کسی قرض بگیرم و تنها تلاشم برای جبران بیکاری ها و وضعیت بد مالی که برام به وجود اومده بود کار کردن تا آخر وقت توی شرکت و اضافه کاریایی بود که بابتش پول ناچیزی می گرفتم و صرفا فقط مخارج روزمرگی هامون تأمین می شود و گاهی هم توی مخارج روزانه هم شدیدن کم می آوردیم. دیگه چاره جز قرض از خانواده محتاب نداشتم و ننه بیچارم هم چیزی برای قرض دادن بهم به نداشت. تموم دار و ندارش طلایی بود که سر عقد به محتاب هدیه داد و من فقط همونو نگه داشتم و نتونستم اون یادگاری رو بفروشم. روزها پشت هم میگذشت و من اوزام هر روز بدتر می شد. بعد اینکه گچ دستم رو باز کردم مجبور شدم تا نیمه شب مسافرکشی کشی کنم و کم کم اوضا جوری پیش میرفت که کمتر میتونستم بیام خونه و ارتباطم با محتاب داشت به جاهایی میرسید که روزی چند دقیقه میتونستیم با هم باشیم داشت به هر دومون سخت میگذشت و میترسیدم اگه همینجوری ادامه پیدا کنه بد جوری شرمنده زنی بشم که بهش قول داده بودم خوشبختش کنم برای اینکه حال و هوامون عوض شو به روال قبل زندگیمون برگردیم مادر جون یعنی مادر بزرگ محتاب یکی دو بار با اصرار زیاد دعوتمون کرد و مادر محتاب تدارک شامو میدید و برای اینکه خاطره اون تصادف برامون کم رنگ شه هر کاری کردن حتی پدر محتاب که خودش توی تاکسی مسافربری کار میکرد به هم پیشنهاد داد یه مدت به جای اون توی مسافربری کار کنم و برای اینکه به غرورم بر نخوره میگفت هرچی در آوردی رو نصف میکنیم ماشین از من کار کردن از تو اما من قبول نکردم با ماشین خودم مسافر کشی می و با اینکه چیز زیادی نصیبم نمی حداقل میدونستم زیر دین کسی نیستم. نزدیک به سر برد شده بود و باید دو تا قسط می دادیم. مجبور شدم به ایمان رو بندازم چون چاره دیگه ای برام نمونده بود. رفیق دیگه ای هم نداشتم. بهش گفتم اگه میتونی برای یه مدت کوتاه بهم پول قرض بده. باید قسط بانکو بدم و مجبورم هر طور شده جورش کنم. با ایمان قرار گذاشتم. وقتی باهاش حرف زدم چیز دیگه ای می میگفت. بحث از پول قرض دادن تا یه پیشنهاد کشوند و داشت عصبانی میکرد. نزدیک بود دست به یقشیم که بهش گفتم اگه میتونی به هم قرض بدی خبرم کن و در غیر این صورت هیچ ارتباطی بین ما نمیمونه نه به خاطر اینکه نمیتونه پول قرض بده به هم صرفا به خاطر پیشنهادی که به هم داده بود و احساس پست بودنی که هر بار ازش میگرفتم اون روز ناامید از همه جا برگشتم خونه و سعی کردم به هیچ چی فکر نکنم و ذهنم و آروم کنم تا شاید راهی پیداشه برای مشکلاتم با این حجم از اعصاب خوردی هیچ راهی پیدا نمیشد جز راههایی که جالب نبودن و حتی نمیخواستم یه لحظه بهشون فکر کنم فقط میخواستم یه راهی پیدا کنم و هیچ راهی نبود محتاب پیشنهاد داد که با هم کار کنیم ولی من راضی نمی شدم مخصوصا که یه مدت بود که حالش خوب نبود و انگار عوارض بیهوشیش داشت اذیتش میکرد چند بار گفتم با هم بریم دکتر و دلیل سرگیجهات و متوجه شی ولی به خاطر دستای خالی من و اینکه سعی میکرد مراعات اون روز رو کنه میگفت لازم نیست و استراحت میکنه بهتر میشه بعد از یه هفته که میدیدم حالش بهتر نمیشه و همون ما هنوز داره خیالشو از بابت هزینه هاش راحت کردم و رفتیم پیش همون متخصصی که چند روز بعد به هوش اومدنش تحت نظرش بود گفت آزمایش بارداری بده منو محتاب با تعجب به هم نگاه میکردیم باورمون نمیشد که چطور به ذهن خودمون نرسید رفتیم آزمایشگاه من منتظر موندم و محتاب سونوگرافی داد و اومد بیرون وقتی جوابش دیدیم دل تو دلمون نبود یه احساس توصیف نشدنی چیزی شبیه به معجزه اما معجزه هر آور راستش من هم خوشحال بودم هم ناراحت نمیدونستم چه واکنشی باید نشون بدم گنگ و گیج بودم ما تو مبهوت نگاهم خیره به صورت متعجب محتاب بود که اونم خیره مونده بود اونم مثل من نه میفهمید خوشحاله نه متوجه بود که ناراحته هر دو غرق توی حال نابسامان خودمون بودیم و چشمامونم تعجب داشت اما پر از عشق و ذوق بود ذوق مامان شدن بابا شدن با کسی که عاشقشی میتونه عمیق ترین احساس خوب دنیا رو به قلبت بده و به ما هم داده بود اما هوره بدی توی دلم بود می ترسیدم از وضعیتی که اون موقع دوچارش بودم می ترسیدم لیاقت این هدیه رو نداشته باشم و هزار تا ترس دیگه که توی ذهن ناآرومم می چرخید و منو مضطرب می کرد محتاب حالش خیلی بهتر شده بود دیگه خوابای بد نمی دید و افسرده نبود بعد شنیدن خبر بارداریش کم کم تا چند ماه اثرات اون اتفاق توی زندگیمون کم رنگ شده بود و مشغول بچه بودیم بچه که هنوز به دنیا نیامده بود و از همون وقتی که وجودش توی خونه ما حس شد باعث حال خوب شد بین من و مهتا اونقدر خوب که وضع اقتصادیمونم هم دیگه به چشم نمی اومد. با اینکه یه مدت دیگه باید برای بچه سیسمونی می خریدیم ولی یه امیدی ته دلم بود که همه چی جور میشه اشتباه فکر نمی کردم. داشت میشد. ماه شیشم بارداری محتاب بود که چون داشت همش اذیت میشد من مجبور بودم به همون کار تو شرکت قانع باشم و جای دیگه دنبال کار نمیگشتم باید شب و کنار محتاب می بودم و همون شیفت صبح تا هشت شب رو فقط میتونستم کار کنم از طرفی نگران مخارج آیندمون بودم و از طرف دیگه محتاب نیاز به حضورم داشت آرامش الان زن و بچهم ترجیح دادم و با همون مقدار کم پولی که حقوقم از شرکت بود روزها رو میگذروندیم رسیدیم به نزدیک زمستون سه ماه تا زایمان محتاب مونده بود بچمون پسر بود و گاهی بعد از شرکت با زغ میرفتیم بازار و با چند تا ماشین است با بازی کوچیک برمیگشتیم محتاب با دیدن ذق من زغ می میکرد چقدر این زن مهربون بود و کم توقع چیزی جز خوشحالی و حال خوب هر دومون نمیخواست. حتی اون زندگی خوب و پر عشقی که بهش قول داده بودم و ازم طلب نمیکرد. و وقتی ابراز شرمندگی میکردم و میگفتم همه چی خوب میشه میگفت همه چی خوب هست. همیشه میگفت عاشق قلب پاک من شد و مادیات مهم نیست. با اینکه میدونستم فقط داره مراعات منو میکنه و تو این زندگی با این وضعیت اذیت میشه اما دم نمیزنه. قدرشو رو میدونستم و همه تلاشم برای آرامش و خوشبخت کردنش بود حتی به غلط اون روزا فکر و خیال اینکه بارداری محتاب داره نزدیک به زایمانش میشه و هزینه های داره دیوونم کرده بود پدر مادر محتاب مدام می اومدن و بهش سر می زدن. روزایی که شرکت از من میخواست اضافه کاری بمونم و مجبور بودم بمونم مادرش میرفت و تا وقتی من برگردم پیشش میموند و از این بابت خیالم راحت شده بود. همه ی قصه و فکر و خیالم شده بود درآمدی که کم بود باید یه کاری میکردم باید بیشترش میکردم نباید میذاشتم محتوب و خانوادش ازم ناامید شن اون روزا زیاد فکر کرده بودم ولی جز پیشنهادی که ایمان همون پسر افغانستانی به هم داده بود هیچ راهی به نظرم نمیرسید اما هر بار که به اون حرف فکر می کردم و وسوسه بس می شدم دلم می خواست بزنم تو گوش خودم و به خودم بگم هیچ وقت قرار نیست همچین غلطی بکنی فکرش از سرم می پرید ولی بی پولی بازم باعث می شد فکرم بره سمت چیزایی که میدونستم نباید حتی لحظه ای بهشون فکر کنم همینطوری که ساعت به نیمه شب نزدیک می شد و من غرق افکارم بودم که صدای گوشیم باعث شد به خودم بیام اون موقع شب چرا باید به من زنگ می زد؟ نمیدونم جواب دادم و فهمیدم ماجرای پیشنهادی که بهم به داده بود خیلی جدی تر از اینه که بیخیالش شده باشه نمیخواستم جدی بهش فکر کنم ولی مشکلات همین اجازه رو نمیداد بهم مجبور بودم کاری برای وضعیتم بکنم جوابش دادم و مشغول بحث شدم باهاش امیدوار بودم فقط برای پرسیدن حالم زنگ زده باشه ولی اشتباه فکر میکردم میخواست از تصمیمم راجب اون پیشنهادش بپرسه و مطمئن بشه چه قصدی دارم. میخواستم بگم کنسل و آب پاکی رو بریزم رو دستش. همش این پا اون پا کردم بگم چیزی که میخوای از دستم بر نمیاد و آدم این کار نیستم. اما نتونستم و نشد. تموم تلاشم این بود بتونم کاری کنم. زندگیمون وضعیت بهتری پیدا کنه و چاره جز قبول کردن نداشتم. خواست قلبیم نبود ولی قبول کرده بودم و حالا باید بدون کم و کاستی چیزی که میخواست و انجام میدادم. پیشنهاد کوفتی این بود که زنم و وارد ماجرایی کنم که پول خیلی زیادی نصیبم میشه. ولی من غیرتم نمیذاش محتاب و وارد هر ماجرایی بکنم. اما ظاهرا برای خوشبختی خودش از خودشم کمک میگرفتم. پیشنهاد ایمان این بود که از محتاب توی گروه های قاچاق دخترای مجرد به مرز عراق استفاده کن و به عنوان پلیس زن دخترای فراری و تنها که توی پارک هستن و دستگیر کنه و اونا رو تحویل همون گروه قاچاقچی بده که ایمان توش فعالیت میکرد. ولی من به ایمان گفته بودم زنم بارداره. فعلا نمیتونه و مشکلی نداشت که بعد از زایمانش وارد اون گروه بشه. و قرار شد تا چند ماه آینده من با محتاب صحبت کنم و سعی کنم راضیش کنم عذاب وجدان خودم یه سمت بود و ترسی که از واکنش محتاب بعد شنیدن ماجرا داشتمم یه طرف ماجرا بود نگران بودم نه تنها قبول نکنه بلکه راجب بد فکر کنه ولی سه ماه فرصت داشتم بهش بگم و امیدوار بودم درکم کنه و قبول کنه این کارو فقط برای یه بار انجام بده با همه ریسکی که این کار داشت ولی به پولش که فکر می کردم قانه می شدم برای یه بارم که شده منم اشتباه کنم ولی باقی عمرم و خوشبخت باشم. پول خیلی زیادی به هم می دادن و من هر چقدر سعی کردم به ندایی که از وجدانم بلند میشه گوش کنم نشد. نتونستم و تصمیمم قطعی بود. فقط قسمت سختش مونده بود که راضی کردن و مطرح کردنش با محتاب بود. اون سه ماه گذشت و من هر طور شده مخارجمون رو تأمین می کردم. با همه مشکلات اما بازم صبوری کردم و بعد سه ماه که پسرمون به دنیا اومد ماجرا و چالش جدید زندگی ما شروع شد. اسم پسرمون رو گذاشتیم شایان. اسمی که هر دومون خیلی دوستش داشتیم. شبی که محتاب درد زایمان داشت و به دست پاچگی رسوندمش بیمارستان خیلی ترسیده بودم. مدام با خودم میگفتم اگه به خاطر کاری که من توی ذهنم براش برنامه ریزی کردم بلای سر محتاب بیاد چی؟ اگه اتفاقی برای بچم توی اتاق عمل بیفته چی؟ و هزار تا اما و اگه دیگه تا وقتی عمل تموم شه فکرم هزار جا میرفت و برمیگشت و من هر دفعه هزاران بار میمردم و زنده میشدم به خدا توکل کردم و ازش خواستم زن و بچم و سالم به هم برگردونه مادر و مادر بزرگ محتاب مدام توی سالن پشت در اتاق عمل راه می رفتن و ذکر می گفتن. بالاخره بعد چند ساعت انتظار و استراب در اتاق باز شد و دکترش اومد بیرون. انقدر استرس داشتم که حواسم به هیچی نبود و فقط رفتم سمت دکترش تا حال شایان و محتاب و بپرسم. گفت هر دوشون خوبن و چند دقیقه دیگه شایانو میتونستم ببینم اینقدر ذوق و هیجان تو دلم بود که متوجه اوضاع نبودم و حتی ماجرای اون باند قاچاقچی رو هم فراموش کرده بودم شایان رو که توی بغلم دیدم همه دنیا فراموشم شده بود و اشک شوخی که از چشمام سرازیر شده بود اجازه نمیداد خوب چهره پسرم و چشماش که خیلی شبیه به چشمای مادرش بود و ببینم بوی محتاب میداد دلم برای دیدنش پر میکشید از دکتر پرسیدم کی میتونم خانمم رو ببینم بعد چند ساعت وقتی محتاب دیدم قلبم تند میزد و حواسم پرت چشمای سرخش شده بود چقدر مادر بودن بهش میومد بوسیدمش و همونطوری که مشغول نگاه کردنش بودم به اینکه چطور دلشو برنجونم و اون مسئله رو بهش بگم نباید راضی می محتاب و وارد این جریانات کنم حتی به قیمت پولدار شدنمون اما برای این فکرها و کارها دیر شده بود من قبول کرده بودم و قول انجام این کار رو به ایمان داده بودم اونم منتظر خبر قطعی و راضی شدن محتاب بود بعد از مرخص شدن محتاب که کارهای ترخیصش رو پدرش انجام داده بود سعی می کردم یه جوری سر حرف رو باز کنم و بهش بگم اگه کاری که میخوام و انجام بده پول زیادی بهمون به میدن و حداقل برای آینده بچهمون مجبوریم قبول کنیم من راضی شده بودم و حتی پای همه چی هم بودم حالا فقط رضایت محتاب مونده بود یه هفته تموم خانواده هامون و گاهی فامیلای دور و نزدیک محتاب می اومدن خونمون و شایان و می دیدن و می رفتن سب کردم تا کمی دوروبر محتاب خلوتتر بشو بعد قضیه ایمان و پیشنهادش رو باهاش مطرح کنم شایان تون تن قد میکشید و محتاب حسابی ذوقش رو میکرد و باهاش سرگرم شده بود یه روز که تنها بودیم و داشتم براش میوه پوست میکندم سر حرفو باز کردم و از قرض هایی که توی این یک سال هنوز بارش روی دوشمون مونده بود گفتم براش و رسیدم به مخارج عضو جدید خانوادمون اما اسم ایمان که اومد وسط محتاب عصبانی شد و با چهره برف روخته نگاه میکرد توی نگاهش نفرت از اسم ایمان راحت میتونستم ببینم ادامه دادم با بدبختی و پته بقیه حرفم رو زدم و ازش خواستم کمک کنه تا این کار رو با هم انجام بدیم و پولش رو بگیریم و دیگه بعدش هیچ وقت نه ایمان رو میبینم و نه حرفی ازش میزنم و نه اون باند قاچاق و وقتی از دهنم کلمه باند قاچاق و شنید شوکه شد دستش رو روی قلبش گذاشت و با ترس و چشمای گشاد از تعجب گفت امیدوارم این حرف رو جدی نگفته باشی خیلی باهاش حرف زدم تا راضی شه ولی حرف حرف خودش بود و میگفت نمیتونم دخترای بیگناه مردم و گول بزنم و وجدانم هیچ وقت راضی به این کار نمیشه ازم ناراحت شد و اون شب تا صبح حتی نگامم نکرد و من خواب به چشمام نیومد ترس از شکستن دل محتاب یه سمت دلم و ترس راضی نشدنش و از دست رفتن این فرصت هم سمت دیگه دلم رو گرفته بود دیگه هیچ راهی نداشتم و باید هر طور بود محتاب و راضی می کردم. اما نه جوری که باعث ناراحتیش بشم. ماشین رو روشن کردم و مثل هر شب رفتم سر چهار راه و منتظر مسافر موندم. تقریبا کار هر شبم شده بود مسافر کشی و آخر شبا از خستگی و فکر و خیال خواب نداشتم. محتاب که داشت حال و روزم و میدید و شاهد ناراحتی هم بود دلش برام سوخت. یه شب که برق اتاقمون روشن بود اومد داخل و با چهره غمگینش توی چارچوب در ایستاد و نگام کرد. اونقدر نگام کرد تا بغز گلومو گرفت و از جام بلند شدم. نزدیک شدم و بغلش کردم. من از وقتی شایان به دنیا اومده بود تنها تو اتاقمون میخوابیدم و محتاب تو اتاق شایان. اون شب اما تنها نبودم و محتاب تا صبح کنارم بود. پا به پای من فکر کرد. قصه خورد. اما سکوتشو نشکست و منم دیگه هیچی نگفتم. یه هفته بعد وقتی که اصلا انتظارش نداشتم بهم به گفت این کارو میکنه ولی به شرط اینکه بعدش هیچ حرفی راجبهش با هم نزنیم از کارمون توبه کنیم و هیچ وقت سمت هیچ کار خلافی نریم من شرطش رو با جون و دل قبول کردم قرار شد با ایمان حرف بزنم و حضوری برای هر صحبتی که باید بشه و شنیدن شرایط این کار قرار بذاریم قرار رو تلفنی اوکی کردم و آخر همون هفته بود با محتاب رفتیم جایی که ایمان مشخص کرده بود شایان رو هم گذاشته بودیم پیش مادر محتاب بعد هم با صحبت هایی که بینمون رد و بدل شد قرار گذاشتیم که خبر قطعی رو تا چند ساعت آینده بهش میدیم چون به مشورت چند ساعتی نیاز داشتیم و همین کار رو هم کردیم محتاب فقط نگران لو رفتن ماجرا از سمت پلیس بود من هم نگران بودم اما هر دومون این ریسک رو پذیرفته بودیم به ایمان زنگ زدم و خبر قطعی شدن کار رو بهش دادم. بالاخره دلامون رو به دریا زدیم و هرچند اشتباه اما برای ساختن آینده زندگیمون دست به کار شدیم. محتاب هنوز ناراحت بود ازم و دلخوری هاشو از رفتارش میفهمیدم. اما فعلا کاری ازم بر نمی میدونستم برای انجام این کار رضایت قلبی نداریم و هیچ کدوم از ما دلش نمیخواد یه مو از سر حتی یکی از اون دخترها کم بشه. ولی روزگار خیلی بد با همون تا کرده بود. باید برای نجات زندگیمون یه کاری می کردیم. حالا دیگه فقط من و محتاب نبودیم و سرنوشت شایان هم دست ما بود. باید به خاطر اونم که شده بود این کار رو انجام میدادیم. دادیم. محتاب و فقط برای یه شب به ایمان سپردم و اونو هم لباس های درجه دار پلیس و یه چادر و یه بیسیم جور کردن تا محتاب کارش رو بینقص انجام بده. شایانو گذاشته بودم خونه مادر بزرگش. بخشی از پولو هم همون موقع به حسابم زد و ما بقیشو هم بعد تموم شدن کار و تحویل دخترها میریختن به حسابمون. شب که شد روبروی یکی از پارکهایی که ایمان انتخاب کرده بود از ماشین پیاده شدیم. منتظر فرصت بودیم که وقتی خلوت شد و کسی نبود محتاب بره جایی از اون پارک دخترهای کارتون خواب و تنها که اون موقع شب بیرون بودن. هوا تاریک بود و سرد. من نگران محتاب بودم و مدام از این ور خیابون بدون اینکه جلب توجه کنم کل اون منطقه رو دید می زدم. وقتی ایمان علامت داد محتاب رفت سمت خیابون تا رد شو برسه به زل غربی پارک. من دلشوره عجیبی داشتم و همش می ترسیدم بلایی سر محتاب بیاد. ولی نگاش که می کردم توی چهرش استرس نبود. خوب داشت کنترلش می کرد. وقتی ایمان علامت داد محتاب یه نگاه به من کرد و رفت. دلم شور میزد. دعا می کردم این چند ساعت بگذر و همه چیز ختمه به خیر بشه. وقتی وارد پارک شد بعد پیچ دوم دیگه ندیدمش و از دید ما خارج شد. اما هنوز اون یکی ماشینی که اون سمت دیگه پارک داشت کشیک میداد میتونست محتاب و ببینه. مدام آمار میداد و من پیش ایمان بودم. برای همین متوجه میشدم چه اتفاقی داره میافته و فهمیدم محتاب به یکی از دخترها که نزدیک شده و سعی داره بکشونتش یه گوشه خلوت از جمعیت دورش کرد و بعد بچه ها میخواستن برن سمتش و هدایتش کنن سمت ماشینی که توی کوچه پشتی پارک شده بود. قرار بود با علامت بچه ها تبدیل به ماشین پلیس بشه و همه چیز خیلی تمیز و مرتب از قبل پیش بینی شده بود و قرار بود با علامت بچه ها تبدیل به ماشین پلیس بشه و همه چیز خیلی تمیز و مرتب و از قبل پیش بینی شده بود. خیالم راحت بود که احتمال لو رفتن ماجرا خیلی کم بود امورایی که برای دید زدن محتاب اجیر کرده بودند و اون سمت توی ماشین نشسته بودن داشتن میگفتن محتاب اون دختر نوجوان که تنها و با چشمای اشکی روی نیمکت نشسته بوده بحث راه مینداخته و به هجابش گیر داده بوده که بتونه بکشونتش بیرون پارک ولی ظاهرا دختره چموشتر از این بوده که قبول کنه با محتاب از پارک خارج بشه و سعی داشته از دست محتاب فرار کنه که محتاب داروی بیهوشی که دستمال آغشته بهش کرده بود جلوی بینی اون دختر گذاشت و وقتی اطرافشون خلوت شده بود بچه های گروه که توی ماشین بودن رفتن به محتاب کمک کنن و من دل تو دلم نبود و هر لحظه ممکن بود قلبم وایسه. چند دقیقه گذشت و هیچ صدایی از بیسیم ها نیومد. از دور محتاب و دیدم که سعی داشت بدون جلب توجه و قدم های آهسته با چادری که سرش کرده بود از خیابون رد شه. وقتی اومد سمت ماشین صورتش عرق کرده بود و التهاب و ترس توی چهرش نمایان بود. کارشو خوب انجام داد اما این آخر ماجرا نبود. محتاب سوار ماشین شد و اون دختر بیچاره رو هم سوار ماشینی که نصف دیگه بچه های گروه توش بودن کردن. شیشه های ماشینا ها دودی بود و ماشینی که محتاب اون دختر توش بودن پشت سر ماشین ما داشت نامحسوس می اومد. نفهمیدیم چی شد که گممون کرد. ما یه پیچو با سرعت پیچیدیم و اونا پیچو رد کردن. بعدا فهمیدیم یه موتور تعقیبشون میکرد و برای همین مسیر رو تغییر دادن و برای گیر نیفتادن ما از یه خیابون دیگه رفتن دلهوره محتاب داشت دیوونم میکرد نمیشد باهاش تماس بگیرم و بیسیمهاشون هیچ صدایی نمیومد و برای احتیاط و امنیت خودمون نمیذاشتن ما بیسیم بزنیم بهشون یه لحظه دنیا جلوی چشمام تار شد و با خودم فکر کردم دیگه از دستش دادم فکر این که اگه گیر افتاده باشن و محتاب بره زندان من باید با عذابی که سالها درگیرش می شدم چی کار کنم؟ با شایانی که باعث شدم مادرش تو همچین کاری پا بزار و گرفتار شه چیکار کار می تو دلم فقط خدا رو التماس می که مشکلی پیش نیامده باشه وقتی یه صدای خشخش بیسیمی که روداش برده ماشین بود و از عقب شنیدم چشام باز شد و سعی کردم خودم رو برسونم بهش و فقط از حال محتاب با خبر شم که اون آقایی که جلو نشسته بود برداشت و با سه تا ضربه به داشت برد علامت داد که خودمونیم و اگه اون کسی که بی سیم و روشن کرده بود از بچه های گروه بودن معنی صدای ضربه ها رو میفهمیدن و جواب میدادن چند ثانیه گذشت که انگار برای من چند روز بود و صدای آرومی که آشنا به نظر می رسید گفت همه چیز امنه شما کجا این؟ راننده بلند جواب داد احمق سریع پلاک ماشین رو عوض کنه و برو گاراژ ما هم میاییم. من که بهت زده نگاشون میکردم با التماس به اونی که انگار مسئول بیسیم بود گفتم حال خانومم رو بپرس نگرانشم جوابی نداد و گفت خواهش میکنم که بیسیم رو روشن کرد و گفت زنی که تو معموریت باهاتون بود کجاست وقتی شنیدم گفت جوابی نداد و گفتم خواهش میکنم که بیسیمو روشن کرد و گفت زنی که تو معموریت باهاتون بود کجاست وقتی شنیدم گفت همینجا دلم آروم گرفت نفس عمیقی کشیدم و گفتم بگید با هم حرف بزنه که صداشون قطع شد خواستم حجوم ببرم سمت بیستیم که مردی که کنارم و صندلی عقب نشسته بود شونههامو گرفت و مانع شد نگران شدم خیلی زیاد اما چاره ای نداشتم که کاری ازم بر نمی اومد. محتاب هنوز مریض بود حتی به این فکر میکردم که اگه اتفاقی براش افتاده باشه خودمو به پلیس معرفی میکنم چند ساعتی گذشت و ما مدت زیادی توی جاده بودیم بالاخره رسیدیم به یه جای متروکه و پرت بیرون شهر بعد چند ثانیه در یه گاراژ بزرگ باز شد و نور به صورتم خورد ماشین رو برد داخل و پارک کرد من سریع پیاده شدم و کسی مانعم هم نشد دویدم سمت پرده که گاراژ رو به دو قسمت تقسیم کرده بود پرده رو با عجله کنار زدم و چشمم به چهره رنگ پریده یه محتاب افتاد که اشک روی گونه هاش خشک شده بود. رفتم نزدیکش و دستام و قاب صورتش کردم. گفتم بمیرم برای حالت. یادم اون لحظه شرمنده ترین بودم. خواستم بپرسم چی شده و توی اون ماشین چی بهتون گذشت که اومدن بلندم کردن و گفتن از جام تکون نخورم. انگار تازه چشم باز کرده بودم و تونستم اطرافم رو ببینم. تعدادی صندلی دیدم که یادم نیست چند تا بودن کنار هم چیده شده بود و روی هر کدومشون دختری با چشمای بست و دست و پاهایی که یه صندلی با تناب بهش بسته بودن با دیدنشون چشمام گشاد شد و حواسم اومد سر جاش من جز محتاب چیزی رو ندیده بودم و حالا هم ای کاش صحنه ای که تا همیشه توی گوشه یه ذهنم ثبت شد و نمیدیدم اون شب لعنتی تا صبح که سپیده زد توی اون گاراژ موندیم و کسی حتی توضیح نداد که قراره چی بشه و کجا بریم. تمام حواس و تمرکزم پیش محتاب و گاهی توی فکر شایان میرفت. اون شب به همون اجازه گوشی داشتن ندادم. فقط از یه خط ناشناس که اجازه داده بودن به خانوادمون خبر بدیم که جای گیر کردیم و شب و خونه نمیریم تا نگران نشن. به مادر محتاب خبر داده بودم که مراقب شایان باشه تا ما برگردیم و گفتم مأموریتی پیش اومده و رفتیم کرج برای انجامش و موندگار شدیم خونه یکی از دوستای محتاب موندیم دیگه گوشی دستم نبود و اصلا نمیدونم چه جوابی داده فردای اون شب دقیقا پنج صبح از خوابی که توی هوشیاری تجربه کرده بودم بیدارمون کردن و من فکر میکردم حالا من و محتاب میتونیم بریم و نصف دیگه پول رو هم میدن بهمون. اما ماجرا جور دیگه پیش رفت. من ازشون خواستم حالا که اون دختر رو براتون آوردیم و کارهایی که خواستین انجام شد بقیه پولو بدید و بذارید ما از این جهنم بریم ولی اهمیت نمیدادن و وقتی تقلا میکردم کتکم میزدن محتاب ازم دور بود اون سمت گاراژ بود و من دیده کافی بهش نداشتم میترسیدم بخوان بلایی سرش بیارن و برای همین هر چی که میخواستن و میگفتن انجام میدادم میدونستم چقدر محتاب ازم متنفر شده و چه احساسی داره اما این اتفاقا میگذشت و باید همه چیز خوب میشد میگفتن یه پروژه شبیه همون کاری که دیشب کرد باید براشون انجام بده ولی من میدونستم محتاب دیگه هیچ وقت اون کارو تکرار نمیکنه من میشناختمش میدونستم این آرامشی که لبهاشو به هم دوخته و حرف نمیزنه از چیه عصبی بود خشمگین و غمگین ممکن بود بی‌مهابا هر کاری بکنه و با اینکه برام عجیب و غیرقابل تحمل بود ولی نسبت به اینکه دستاش بسته بود راضی بودم چون اگه حتی راهی برای فرار از اینجا پیدا می کرد اونقدر که بره پیش پلیس دیوونه بود و قابلیت انجام این حماقت رو داشت می از بلایی که بخواد سر خودش من بیاره و وحشت داشتم از وقتی که بخواد باعث خشم این روانی ها بشه اونا هیچ چیزی نمیفهمیدن جز منافع خودشون و هیچ چیزی براشون اونقدر که پول اهمیت داشت مهم نبود. پس باید تا وقتی که اینجا بودیم هر چیزی که میخواستن و براشون انجام میدادیم و مراقب محتاب و رفتاراش بودم چیزی که میخواستن و با آرامش برای محتاب توضیح دادم و گفتم برای خلاصی از اینجا مجبوریم کاری که میخوان و بکنیم زیر بار نمیرفت یادمه توی چشمام نگاه نمیکرد و با اشاره سر میگفت نمیخواد دیگه هیچ کاری بکنه اما من باید راضیش میکردم وگرنه نمیتونستیم به راحتی از اون گاراژ بریم بیرون به هیچ کدوم از اصرار هم توجهی نمیکرد تا جایی که حرف به شایان کشیده شد. مکس کرد. چشمای غمگینش رو که ای کاش می مردم براشون رو به چشمای ملتمه سمدوخت. گفت شایان الان کجاست؟ چی کار داره میکنه و بعد گریش گرفت. همون جوری که با عشق داشت میگفت دلتنگ و نگران شایانه قبول کرد که هر کاری کنه تا فردا بتونه شب و کنار پسرمون صبح کنه. بهش قول دادم فردا شب پیش شایان توی خونه خودمون باشیم میدونستم از خودم ناامید و قولم قطعا دیگه اعتباری براش نداره ولی باید تمام تلاشم رو میکردم و انگار جواب داده بود گفت فقط همین یه کار و بعد حتی یه قدمم برای این آشقالا بر نمی داره. خبر موافقت محتاب و به پسری که با وجود سن کمش رئیس کل اون باند بود دادم لبخندی زد که کل وجودم پر از حس بدی شد که هیچ وقت از یادم نمیره. گفتم زنم باید چیکار کنه که با جواب شکه شدم. قرار بود محتاب این بار دختری که نشون شده و سفارش ویژه یه مرد عرب بود و دستگیر کنه. این کار آسون نبود. مخصوصا برای محتابی که حال و روزش از وقتی که افسردگی داشت هم خیلی بدتر شده بود. اما به من قول داد هر چی باشه انجام بده تا بتونیم با هم از این محلکه ای که توش گیر کرده بودیم جون سالم به در ببریم. وقتی براش توضیح دادم این بار کارت سختره، بی توجه و با خونساترین احساس ممکن گفت مهم نیست انجامش میدم. نقشه این بود که باید یه دختر رو از کافه‌ای که توش کار میکرد به یه بهونه بیرون میکشید و با حکم جلب جعلی میترسوندش. انگار دختر قبلا توی یه دعوا به کلانتری کشیده شده بود و حکم تعلیقی داشته و از طرفی گاهی دست به دزدی میزده با این حساب حکم جلب براش منطقی به نظر می رسید. وقتی محتاب داشت برای این کار آماده می شد، آرزو کردم هیچ اتفاق بدی براش نیفته. استراب کل وجودم و گرفته بود. وقتی گفت آماده است، انگار قلبم برای یه لحظه ایستاد. اون دختر تحت تعقیب بود و هر لحظه امکان رسیدن پلیس بود. پلیس واقعی پلیسی که من حالا دیگه حتی از اسمشم میترسیدم در گاراژ باز شد همون مردی که دیشب ما رو برد اونجا رفت و پشت فرمون یه ماشین جدید نشست یعنی مدل و پلاک ماشین عوض شده بود محتابم پشت سرش رفت و سوار شد من باید میموندم تا وقتی که محتاب برگرده نمیدونستم چطور باید طاقت بیارم و زنم همه زندگیم و با یه عده آدم که حالا دیگه هیچ شباهتی با آدم نداشتن تنها بذارم. مجبور بودم و نباید دم میزدم. درونم داشت میسوخت توی آتیش پشیمونی و حماقت اما کاری بر نمی اومد از دستم. صبر کردم. خبری نرسید. دو ساعت بود رفته بودن و من اینجا با کلی دختر جوون که بیهوش به صندلی بسته شده بودن و با هر بار نگاه بهشون تمام روح و تنم میلرزید محتاب یه جای دیگه بود پسرم یه جای دیگه و خودم درست وسط ناکجا آباد نمیدونستم قرار بود چی به سرم بیاد و چه بلایی انتظار خانوادم رو میکشید خودم و محتاب و به دست تقدیر و شایانم و به دست خدا سپردم نای ایستادن روی پامو نداشتم یک گوشه نشستم و چشمامو بستم ای کاش همه این اتفاقات یه خواب بد بود یه کابوس که هر چی زودتر ازش بیدار می شدم و تموم می شد و کنار پسرم و عشق زندگیم اون شب و صبح می کردم و صبح که می شد مثل هر شب می رفتم سر کارم و پول حلال حتی کم در می آوردم. اما واقعی بود. هیچ کابوسی در کار نبود و من وسط که جهنم توی بیداری گیر کرده بودم. از ایمان دیگه خبر نداشتم و همون شب که ما رو گذاشت اینجا توی این گاراژ با چند نفر دیگه رفتن و دیگه هیچ خبری ازش نشد. هیچ وقت نمی بخشمش. همیشه نامردی که در حقم کرد گوشه ی ذهنم میمونه مونه. محتابو با ماشین ضد گلوله برده بودن سر قرارشون. اما محتاب بعدها برام تعریف کرد که ظاهرش ساده بود. درونش ولی پرماجرا و عجیب. ماشین ساده ای که هیچ کس نمیدونست چه کسایی توش نشستن. جلوی کافی که اون دختر کار میکرد نگه داشته بود و محتاب با چادر مشکی ساده بدون لباس مخصوص و به عنوان معمور مخفی وارد کافه شده بود و یه قهوه سفارش داد. قهوه رو که خورد گفته بود منتظر کسیم. دخترک گفته بود راحت باشید. فهمید محتاب مشکوکه. با خودش گفته بود حتما این احتیاط و رفتار مشکوک محتاب به خاطر تعقیب کسیه و انگار همش توی کافه دنبال کسی میگشت. به محتاب گفته بود اگه مشکلی هست و اگه شوهرش رو تعقیب کرده میتونه بهش بگه تا در ازای کمی پول برای محتاب آمار در بیاره محتاب بهش گفته چند لحظه بیاد بیرون تا ماجرا رو بهش بگه دخترک که فکر میکرده قرار پول بگیره و محتاب و تیغ بزنه میره توی راهروی منتهی به در خروجی کافو چند لحظه میمونه تا محتاب بیاد محتاب قهوهش رو حساب کرده بود و وقتی اومد پیش اون دخترک بدون معطلی دستش رو سفت گرفت و برگه حکم جلب و بهش نشون داد. محتاب تموم این اتفاقات که دور از چشم من افتاده بود و با بغض و ناله تعریف می کرد. ادامه دستگیری اون دختر یا بهتره بگم توی دام بلا انداختنش به دست محتاب این طوری بوده که دختر وقتی حکم رو میبینه بدون سر و صدا از کافه بیرون میزن و با همون روپوشی که باهاش کار میکرد سوار ماشینی میشه که محتاب به سمتش هدایتش میکرد. اینکه برای دستگیر شدنش تقلا نکرده برام عجیب نبود محتاب میگفت دختر آرومی بود و حتی لحظه که توی ماشین سوار شد و از پشت دستمال آغشته به داروی بیهوشی رو روی صورتش گذاشتن تقلای زیادی نکرد و فقط کمی شوکه شده بود و اینو توی چشمای سبز وحشیش دیده بود حتی لحظه آخر نزدیک به بیهوش شدنش خیلی خونسا و بیهس به محتاب نگاه میکرده محتاب میگفت آسونتر از چیزی بود که پیش بینی کرده بود. اون دختر رو هم به اون روانی ها تحویل داده بود و حالا طبق قراری که گذاشته بودیم دیگه کاری باهاش نداشتن و برگردوندنش به گاراژ. هنوز زیادمه که لحظه ای که در اون گاراژ تاریک لعنتی با صدای جیر جیر باز شد و قد و قامت محتاب و دیدم چه حسی داشتم. شبیه بچه دو ساله ای که مادرش رو گم کرده و حالا اتفاقی بین آدمای بده توی خیابون مادرش رو میبینه. پولی که قرار بود به همون بدن و ندادن و خود ایمان با تهدید و نشون دادن عکس و فیلمایی که همه روند اون آدم روبایی ها رو گردن ما مینداخت تهدیدم کرد. نگاه هم به صورت منفور ایمان پر از غم بود. من شکستم. جلوی زنم شکستم. و حالا بعد گذشته چند سال از اون ماجرا من و محتاب هنوز شبیه روزهای قبل این اتفاقات نشده بودیم. رابط همون به بنبست کشیده شد اما ادامه دادیم چون یه پسر داشتیم که نباید چیزی از اشتباهی که ما کردیم میدونست اما کارمای اون اشتباه رو هر دوی ما و بیشتر از همه من پس دادم و حتی نصف پولی که قبل انجام اون آدم دزدی ها گرفته بودیم برای چیزی جز قرض هایی که کرده بودیم خرج نشد هیچ وقت از سرنوشت اون دخترای بیچاره با خبر نشدیم احتمالا فرستاده شده بودن جایی که ازشون هر سو استفاده ای بشه همون کاری که با من و زنم کرده بودن زنی که همه زندگیم بود و به خاطر پول اونو برای یه شب به اون مرد افغانی داده بودم تا هر جور که میخواد باهاش همکاری کنه بعد اون زندگی ما هیچ وقت خوب نشد اما من فهمیدم غیرتم و امنیت خونوادم کل دارایی منه و از هر پول و ثروتی با ارزش پسرمونم بزرگتر شد و تنها دل خوشیم اینه چون خیلی بچه بود چیزی از حماقت من به خاطر پول نمیفهمید و ای کاش هیچ وقت نفهمه پدرش چقدر باعث آزار مادرش شده. این تمام اشتباه من بود. اونم درست جایی که باید پیشرفت می کردم. ممنون که تا پایان این ویدیو با من همراه بودین.